آیه نازل شد، بگو در برابر ابلاغ رسالتم هیچ مزد و پاداشی ازتون نمیخوام الا دوستی خانوادم. پرسیدند ای رسول خدا، کیانند خاندان شما؟ و بارها از پیغمبر شنیدند علی و فاطمه و فرزندانشان. این شبا شب اهل بیت پیغمبره، شب نزدیکی و دوستی بیشتر باهاشونه. شهادت امیرالمومنین ما رو باید به اون حضرت نزدیک کنه، یه قدم رنگ و بوی او به خودمون بگیریم، یعنی ما رمزون یه کاری با ما بکنه. امیدوارم این گونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم، سلام، دست بر سینه، سلام محضر همتون در این شبهایی که به نام و یاد مولا امیرالمؤمنین متبرکه. گرچه همیشه سال نام مولا پیشونی روز و شب ماست، اما امیدوارم ماه رمضان 1402 دست ما رو تو دست فرزندش امام زمان قرار بده به واسطه رفاقت با امیرالمؤمنین. به محفل خیلی خوش اومدین. اجراهای امشب حال و هوای دیگه ای داره. طبیعیه که وقتی شبهای قدر و این ایام فرا برسه یه عطر دیگه ای به مشام میرسه. ما سعی کردیم این عطر و این حال و هوا رو تو اجراهای محفل هم داشته باشیم. ببینید، امیدوارم که سرتون رو به آسمون برگرده. خوش آمدین به امشب، بفرمایید. مگه سلمان چجوری مسلمان شد؟ تموم شد. شما به ما منتسبین، بعد ما چجوری با هم رفتار میکنیم؟ این نامه رو نمیریم بخون بفهمیم چی نوشته تو نامه. این که خب نمیشه که بیشتر از 250 میلیون بیننده داشت. ماشاءالله. همین یه تیکه؟ همین یه تیکه. تو اینجا داره تقلبر میرسونه خدا. بگو کریم. بگو کریم. محمد حسین راحت باش. هو سؤال و جواب. مردم دوست بودن، بله. همگان رو دیدن، مهربون بودن. حسن این همیشه میخونه. شما آزاد شده دست امامی. ما خلق روحی عزادت میکشم تون امام علی علیه السلام با تو بیشتر توجه کند. نه قرآن، نه کتاب، نه نه حدیث. بعد تازه با این آشنا میشه. بعد آشنا میشه. یه جذابیت جهانی آقای بزرگ. Hey.
عشق خدا کافر شده پست هر که شده از او جدا دوست داشتم الان واقعا یکی از ذاکرین اهل بیت اینجا بود خیلی فضا اومده بود ولی من این بچه‌ها رو دیدم یاد یک روزه افتادم که از بچگی رو من خیلی اثر می‌ذاشت روزه که میگفتن وقتی که بچه‌ها یتیمای کوفه شنیدن که دوباره یتیم شدن و شنیده بودن که شیر برای حضرت علی علیه السلام امشب مفیده و اون طبیب به اصطلاح تجویز کرده همشون با کاسه‌های شیر احتمالاً همین قدیه‌ها بودن دیگه همین بچه‌های این تیپی و این شکلی بسیار عالی بود خیلی آقای ابوالقاسمی من میدونم که شما حالا نه اینقدر عمومی ولی در پنهان ذکر اهل بیت رو داری شما یه بیت بخونین برامون برای امیرالمومنین شما گفتین اگر یه ذاکری بود خوب بود من میدونم شما هم ذاکر اهل بیت شعری الان حفظ نیستم همین روزه یه جمله عرض ادب کن محضر امیرالمومنین علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را به جز از علی کارم سری عبال عجائه به جز از علی کارم پسری عبال عجائه که علم کند به عالم شهدا یکم تا تاریخ این ابیات شهریار کهنه نمیشه آره به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا ببین کجا رفت سمت شهریار مثلا جان مثلا جان جانم حالا یکم از این فضا بخوام بریم بیرون من خودم عاشق مولام و همیشه مثالی که میزنم میام این بچه‌ها رو دیدی باباشون وقتی گم میکنن یا تو یک جریانی قرار میگیرن بودو میچسبن به پای بابا مثلا یک چیزی رو پدرشون رو گم میکنن یعنی همه وجودشون همه هستیشون رو گم کردن من احساسم با مولا اینطوریه یعنی برم اون
بچسبم به نمیدونم چی بگم. این باب الله الذي من هو کسی به خدا نمیرسه از این در. ای والله خوبه داریمش. آره تاج الفوارس وأبطال المعامك علي فاتح لخيبر بسيف ذو الفقار علي يا عيني فوق الحصن صاح فوق الحصن صاح باسم المهيمن علي أني على جمعكم كرار مهما تصف أني ابن عم أحمد أني ابن عم أحمد بالكتاب تصف طاغر مطهر أتى بالمعجزات تصف من بني هاشم واسمي بالإمام واسمي من بني هاشم واسمي بالإمام علي لا فتى سلام سلم حبيبي لست في الله ذو الفقار لا فتى لا فتى لا فتى لا فتى اینا خانواده کرمن، خاندان کرمن. آقای رضوان درویش یادی از هاشم کرد. هاشم یعنی خرد کننده. چرا اینا شدن بنی هاشم؟ به خاطر اینکه جد اینا هاشم در سال قحطی بوده، برای اینکه وحوش فلفلوات وحوش گرسنه نمونن میفته غذا خورد میکرده میذاشته بالای در حقیقت این کوها و قله ها و تپه ها و اینها برای اینکه وحوش فلفلوات وحوش از دست ندن شبها قدر ماشاءالله یعنی جد اینها یعنی خود اینها که خانواده کردن میذارن ما از دست بریم نمیذارن عادت کمول احسان وسجيتكم الكرم إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومنتهى ما شاء الله أحسن عزيز قرر عزيز أمنام تشكر ممنون عزيز قرر توی این شبهایی که به نام امیر المؤمنین به یاد پدرمون تبرک پیدا کرده حتما قرآن خوندنم یه حلاوت دیگه‌ای داره
یه رنگ و طعم و عطر دیگه ای داره. بذارین از یه قاری نوجوان دعوت بکنم، حالا وقتی بخونه با صداش آشنا میشین، ببینین چقدر درجه یک. محمد حسین عظیمی میاد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عزیزم، خوش اومدی، قربونت برم. بفرمایید. اهلا و مرحبا. اهلا یا حبیبی. یه سلام علیک اول بکن محمد حسین. بفرمایید. سلام به همه بینندگان عزیز و داوران محترم. خیلی خوشحالم که سلام علیکم. در این مسابقه هستیم. محمد حسین راحت باش، الهی قربونت برم، راحت باش. اصلا اینجا مسابقه نیست، خیلی راحت اومدیم با هم دیگه حال کنیم، قرآن بخونی و ما کیف کنیم. ما هم داور نیستیم. آره اینجا مسابقه نیست. در عین اینکه اساتید اینجا نشستن میزبانن، تو که خیلی جلسه رفتی، قرآن خوندی، اصلا هم ترس و واهمه ای نداری. آماده ای الان؟ بله. خیلی یه سلام علیک بکن. خیلی خوشحالم که استاد شاکرنجا دونم و پیش ایشون میخونم و واقعا تعجب کردم که الله بذار من بیام پیشش. یعنی ما رو میبینی خوشحال میشی؟ حامد کن بذار من تکلیفم مشخص کنم با ایشون. حامد ببین، از دیدن تو ذوق زده شده. من دوست دارم آره کنارش بیستی هستن. چشم. سلامتی آقای حامد شاکرنژاد عزیزمون هم یه صلوات بفرست. سلام عزیزم. خیلی ازت ممنونم. انشالله تلاوت خوبم بهمون هدیه میده. انشالله حامد به موقع رفتی اونجا. آفرین. حامد برگرد، تلاوتش خراب میشه اگه مونه. نه. آره. با آقای حسنه نیچ وقت نگاه نکنی. آره. بشین. محمد حسین جان. حامد تو میستی اونجا یا نه؟ بله من میمونم. خیلی ازت ممنونم. این تشویق یه قاری نوجوانه. دمت گرم. محمد حسین حاضری؟ بله. یه صلوات امیرالمومنینی بفرست. الله صل على محمد و آل محمد. آره این یه ذره بیارم. دستت درد نکنه. خوبه؟ آره خوب. قاری نوجوان عزیزمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 خير الاسماء. ماشاءالله. وإذا الصحف نشرت. أيوة كده. وإذا السماء كشطت. الله. وإذا الجحيم سعرت. Love.
یا سلام سلام الله 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 مئة بالمئة سليمة القفلة يعني نهاية مئة بالمئة سليمة ما شاء الله يا عيني صدق الله العلي الله 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 يا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما شاء الله يا سلام سلام خیلی زیبا خود آقای بوذری آقای بوذری این قاب خیلی قشنگه بله عزیزم یکی از بزرگترین قراء دنیا در کنار یک نوجوان داره او رو تعلیم میده داره اهتمام میکنه این قاب خیلی قاب قشنگه زنده باشید حالا من میتونم این تقاضا رو بکنم که چون سعید مسلم خوندن این تقاضا رو بکنم که سوره انفطار رو اگه اون اوائلش رو از سعید مسلم به من چرا اینو میگم یه نکته داره سوره مبارک انفطار یه آیه داره یه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ببینید بعضی وقتا استاد دوست نداره دانش آموز خراب کنه خب تقلبه رو میرسونه یه یا ایها الانسان ای انسان ما غرکه چه چیز تو رو به پروردگارت به ربک مغرور کرد بگو کریم بگو کریم تو کریمی ببینید تقلبه رو انگار خدا میرسونه شبهای قدره باید الان گفت یا کریم کریم کاری نداره ما چی برداشتیم آوردیم ما دستمون خالیه و ما یملک الا دعا مالک چیزی نیست مالک دست خالی هستیم تو این شبها شبهاییست که بگیم یا کریم ما که چیز در نداشتیم بیاریم اون چیزی که آوردیم جز خرابکاری چیزی نبوده تو اینجا داره تقلبه رو میرسونه خدا یا ایها الانسان ما غرک بربکل بگو کریم بگو کریم بگو کریم گفتید کریم آقای قاسمیان چقدر نکته خوبی گفتیم دلم رفت میشه امام مجتبی علیه السلام الله علیه کریم ما یا کریم بام تو هستیم یا کریم ایام شهادت پدرت به در خانه شما آمدیم اینجوری گفت آقای قاسمیان به دل منم افتاد ما بی سلیقه ایم تو حاجات ما بخواه ورنه گدا مطالبه آب و نان کند کاسه های خالیمونو پر کن یا امام مجتبی حامد جان خیلی ازت ممنون قربونتون برم خیلی ازت ممنون این یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک و انشالله میخونه همه لذت میبریم بهره میبریم یه صلوات بفرستید مرسی من در خدمت ممنونم ازت قربون ممکن استاذ رسالتی مداخله مع الشیخ استاذ قاسمیان ربما هذا السؤال ما غرك بربك الكريم هو سؤال وجواب ما غرك بربك الكريم أنك كريم أنك كريم هو سأل غرني أنه كريم نعم أحسنت إي والله إي والله أحسنت بسم الله محمد حسين جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا أيها الإنسان نعم الله نعم 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 يا رب يا رب يا أيها الإنسان ما غرك بربك
غرني كرمك يا رب. كرمك يا كريم. الذي خلقك فصورك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. احسنت. سعید مسلم، ما خیلی لذت بردیم. من یک جوی هست توی باران دوست دارم مثلا سعید مسلم رو گوش کنم، همین تلاوت آخر نوح و این تکبیر و بقیه قصه رسول. آره خیلی دوست دارم، نمیدونم والا از وقت چی نه احتمالا یه بار بارون میمده این تلاوت رو شنیده بهش چسبیده دیگه، دوست دارم نمیدونم والا احتمالا همینه. مهد حسین جان خیلی ازت ممنونم. انشالله زیر سایه قرآن و امیرالمومنین خوشبخت باشی، سعادتمند باشی، سلامتیش یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آدم‌هایی که از یه راه طی شده میتونن برا ما حرف بزنن، آدم‌هایی که از یه مسیری به سمت نور اومدن شاید یه دری برای ما باز کنن، برای اینکه قدر این اتمسفری که داریم درش نفس میکشیم رو بهتر و بیشتر بدونیم. گفت که ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما ماهی تو آبیم، در این دریای امامت و محبت اهل بیت غرقیم و شاید قدر سفره‌ای که بر سرش نشسته ایم و داریم ازش لقمه برمیگیریم رو آدمی مثل من اقلا خیلی ندونه. اما حالا مهمانی دارم که اگر از سرگذشت او آگاه بشید شاید دریچه‌ای باز بشه برای یک راه تازه و نفس تازه. آقای اشتفان شفر خیلی خوش آمدین. خانم جلالی خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. یه سلام علیکی بکنین با ما با مردم، بفرمایید. سلام. سلام بر شما. سلام بر شما. درود بر شما. خیلی خوش سلام. سلام. آقای شفر ما رو نگاه کن اینجا. آقای شفر سلام. سلام. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. سلام. خب آقای اشتفان شفر اصالتاً آلمانی هستند. ایشون سال هاست که مسلمان شدن، همسر مسلمان و شیعه و ایرانی اختیار کردن. سرکار خانم جلالی هم اینجا هستن که شاید اگر یه جاهایی توی ترجمه ما مشکل داشتیم خانم جلالی به ما کمک بکنن. چی شد؟ قبلا مسیحی بودین؟ نه من لایک بودم. لایک؟ آتئیست؟ آتئیست بی خدا کلا. بی خدا. برای چی اصلا از اون وادی اومدید این طرف؟ گره شما برای مسلمان شدن چی بود؟ یعنی یک مسلمان به من یک کتاب داد و آنجا یک داستان از امام علی علیه السلام بود که دو مسیحی با انجیل خودشان قضاوت کرد و این به من اشاره داد که یک حکومت که به روش پیامبر صلی الله و علیه و سلام حکومت کند صد عادل است. یعنی عدالت امام علی علیه السلام برای من باعث بود مسلمان شدن. قضاوتی که ایشون مد نظرشونه قضاوت بین دو تا مسیحی بوده که به حضرت علی علیه السلام قراره بینشون قضاوت کنن و ایشون میفرمایند که چون دین شما مسیحیت، من با توجه به قرآن بین شما قضاوت نمی کنم. همون نسخه ای از انجیل رو که شما بهش اعتقاد دارید همونو بیاریم بر اساس همون قضاوت میکنم. افمن کان علی بینة من رب و یتلوه شاهد
ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. بعد از این کتاب شما رفتید بیشتر مطالعه کردید چیزی که از حضرت امیرالمومنین بعد از این کتاب چی خوندید؟ بعد از این کتاب یعنی بعد از آن من چندین کتاب خوان هم خواندم و در مورد هم اصحاب پیامبر و آنچه که برای من هم بعدن جالب بود که امام علی علیه السلام هم با بچه ها خیلی لطیف بود و حتی یکی این حدیث که یکی از بچه گفته به یکی دیگه من از تو حسادت میکشم چون امام علی علیه السلام با تو بیشتر توجه کند و این یکی یتیم بود یعنی از این لطیفی امام علی علیه السلام خب کدوم ویژگی بیشتر اصلا دوست داشتید در امیرالمومنین هست شما را جذب کرده یعنی بیشترین این عدالت یعنی اگر من هم این گفتار از امام علی علیه السلام نگاه کنم من قول میدم که مسیحیان با انجیل یهودی با تورا و مزمن با قرآن قضاوت کنم این یک عدالت کامل هست شما آزاد شده دست امام علی سلام الله علیه سلام الله علیه یا امیرم و نداخل على تاب و على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرمال علي والزهرة بالله نظرة يا سيدي كرمال علي والزهرة واني لمدح محمد وعلي ابن أبي طالب بالله نظرة يا سيدي يا صانع العجائب واني لمدح محمد وعلي راعي الميمونة بالله نظرة يا سيدي يا والد السبطين يا جذابیت عدالت یه جذابیت جهانی آقای بوذری مهمترین وصف حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه و شریف که این شب قدر شب ایشونه مهمترین وصفی که در مورد ایشون اومده در روایات که جذابیت ایجاد کرده عدل مشتهره عدل منتظره و
و ما هر چقدر میخوایم خودمون به حضرت نزدیک بکنیم و تبلیغ بکنیم و جهاد تبیین بکنیم، باید بتوانیم عدالت. آقای شفر عدالت مولا رو دیدن، عاشق اسلام شدن. بعدش چی شد؟ دو تا مسئله در کنار هم براشون مهم بود، الانم اشاره کردن، هم عدالت و هم اینقدر لطافت و مهربانی در حق یتیما و مردمان دیگه و بچه‌ها در عین اون عدالته. مردم دوست بودن، بله. همگان رو دیدن، مهربون بودن، مهربون بودن. نکته مهمش اینه که آقا رسالت جان، فارغ از دین و گرایشات و اصلا انسان، عاشق شیفته اخلاق محبت لطافت، درسته؟ بله. یک حدیثی آقای حسنین همیشه میخونه، چی؟ عبیدالحسن ها؟ عبیدالحسن؟ الانسان؟ الانسان؟ عبیدالحسن، یعنی واقعا ما با افرادی که روبرو میشیم بهترین کار، بهترین روش اخلاق خوبه. بله. یک آدمی از آن سوی دنیا شیفته صفات اخلاقی امیرالمومنین میشه. ببین هیچ چیزی نه. و رها میکنه همه چیز. نه قرآن، نه کتاب، نه نه حدیث. بعد تازه با این آشنا میشه. بعد آشنا میشه. یعنی یه فردی مثل حقیر واقعا خیلی مهمه. همونطور که اشاره فرمودید تو معاشرتام با اخلاق، با رفتار مناسب، با این مباحث با مردم. مگه سلمان چجوری مسلمان شد؟ تموم شد. پیغمبر دید مسلمان شد. یعنی این که امام صادق، حاج آقای قاسمی شما کامل کنین، این که امام صادق فرمودن که کاری کنین که شما رو میبینن به این مضمون بگن شیعه جعفری، شما رو به جعفری بشناسن، یعنی با اخلاقتون شما به ما منتسبین. بعد ما چجوری با هم رفتار میکنیم؟ چه مناسبتایی با هم داریم؟ گفتن که یه جوری زندگی بکنین که قیل هذا جعفری، هذا ادب و جعفر. احسن. گفتن که بگید که یه جوری باشید که بیا اینا معلومه امامشون هم همینجوری. نمادهای شیعه گری توش معلوم باشه. بله بله، بله بله بله. از این طرف نه تنها ائمه آبرومان، اینش مهمه، ما باید آبروداری بکنیم برای ائمه. کونو لنا زینا، کونو لنا دعاة بغیر السنتکم. بله بله. کونو لنا زینا ولا درس حضور اینه شما قرآن خوندید؟ بله، یعنی اولی نیم سال من شش ترجمه، یعنی ده بار این قرآن کریم از این ترجمه خواندم و شش بار شش مختلف. یعنی شش ترجمه یه قرآن رو کامل به زبان آلمانی خوندی از مترجمین مختلف؟ از مترجمین مختلف، بله. این خیلی مهمه. ببینید ترجمه خواندن، ما قرآن خود متنش عربیه و نوره و آنچه که نوره همین قرآن عربیه، اینم نازل شده. اما بالاخره ما فارسیم، شفر عزیز آلمانیه و ما الان قرآن رو به زبانهای مختلف ترجمهش رو داریم. درسته که این متن عربی نمیشه، اما ما به هر جهت یک کتابی دادن به ما، یه نامه ای به ما دادن، این نامه رو نمیریم بخونیم بفهمیم چی نوشته تو نامه. این که خب نمیشه که فقط اکتفا بکنیم به اینی که ما عربی اینها رو میخونیم. ما باید بفهمیم. خیلی مهم اینی که شش بار ترجمه قرآن خوندن به زبان آلمانی، این حتما بهره فراوانی برای ایشون ایجاد کرده. من نوروز سال 94 ده روز هامبورگ بودم در مرکز اسلامی که در هامبورگ هست. تقریبا هر روز یک گروه توریستی میومدن اونجا. آماری که اونجا داشتم هر سال بین 300 تا 400 نفر، یعنی هر روز یک نفر. از بین اون 30-40 نفری که حدود یک ساعت اسلام براشون توضیح داده میشد، ساختارش و اهدافش، یک نفر مسلمون میشد، دو نفر مسلمون شد در طول روز. خیلی آمار زیاده. خب تو ایرانی ها چی براشون جذاب بود؟ از ایرانی ها کجا خوششون اومد؟ یعنی اگر ما این فرهنگ آلمانی در مورد خانوادگی میبینم، میبینیم این وابستگی در خانوادگی، این یکی از جذاب ترین چیزی که من دیدم. این یکیش. و دومی
این پسیرایی که در ایران مهمان نوازی این هم خیلی جذاب بنیان خانواده همون چیزی که دنیا داره میزنتش همون چیزی که دنیا باش در سر جنگه. خب شبای قدر آقای شفر، خانم جلالی، شبای تقدیر، شبای نوشته شدن هر اون چیزیه که قراره تو یک سال بر ما اتفاق بیفته. اولین شب قدر که میگن نوشته میشه اون چیزی که از روایات به دست ما رسیده، شب دوم تثبیت میشه و شب سوم به امضای صاحبمون، پدرمون، امام زمان میرسه. آقای بوذری، اصلا شب شب امام زمانه. از را کن زر خاک سر از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد هر نافه که در دست نسیم سهر افتام. بسم الله الرحمن الرحیم اینا الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل از آقای شفر، سرکار خانم جلالی. انشالله که به برکت امیرالمومنین زندگی سرشار از رحمت و نعمت و خوشبختی داشته باشید. ممنونم ازتون، متشکرم از حضورتون. سلامت، موفق باشید. امام حسین علیه السلام فرمود که احتیاج مردم به شما موهبت خداست. فرار نکنیم از این موهبت، بد ندونیم این عنایت رو. سفره‌ای که پهن میشه و سر اون سفره غذای گرم میاد و خیلیا که هنوز تو همین جامعه هستند که از نعمت همین غذای گرم محرومن میشینن، وقتی یه دعا میکنن و این دعا رو به آسمون میره، برای دنیا و عقبای همه ماها بسه. ممکنه خیلیا انتقاد بکنن چرا مارمزون رو انتخاب کردین برای کمک گرفتن، چرا هر مارمزون به مردم میگین کمک کنن؟ برای اینکه المپیکشه، فستیوالشه. خدا یکی رو 10 تا حساب میکنه، یه قدم رو 100 قدم به حساب میاره. ما رمزون وقتشه مردم. 3 تا 12 مربع، طرح اطعام مهدوی، قراره که بسته های غذای گرم رو به دست نیازمندا برسونه. تو جاهایی هم که سخته و مسیر مشکله برای رفتن، بسته های معیشتی رو به دستشون میرسونه. 3 تا 12 مربع، این کد دستوری رو همین الان هر کی هر جا هست تلفن همراهش رو برداره، به قدر وسع
واقعا اندازش مهم نیست، مبلغش مهم نیست، مشارکت در این طرح مهمه. 3×12 مربع رو بگیرین، بقیه دستورالعملا میاد و هر چقدر که کرمتونه بسم الله بگین. خیلی مخلصیم، خدا کیسه هر کسی که در راهش داره کمک میکنه رو پر کنه. دست دهنده تا ابد پیش نامرد دراز نشه و دست دهنده تا ابد محتاج نباشه. مخلصیم. امیر حسین باقری یه نوجوونه که با لحن ویژه‌ای که برای ما ایرانیا و با لهجه خاصی که برای ما ایرانیا بسیار بسیار خاطر انگیزه و بخشی از سرزمینمون با اون لهجه و اون زبان سخن میگن، در وصف و نعت اهل بیت میخونه و البته قاری خیلی خوبی هم هست. یه صلوات بفرستی من امیر حسین رو دعوتش بکنم. سلام عزیزم. سلام علیکم. خوش آمدین. سلام علیکم. قربونت برم. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. حسن يا اهلا سيدنا يا اهلا وسهلا ومرحبا عليك الصلاه والسلام يا حبيبي شرفتم نورتم. سلام عليكم. سلام عليكم. خب حسن جان چشم در خدمتین، بفرمایید یه صلوات بفرستین. الله صل على محمد. تفضل سيدنا. يا حبيبي. حبيبي. خستنا باشيد. ممنون. الله يساعدك يا حبيبي. حبيبي. سلام. مشتاق دیدار. مشتاقي لك. اجازه بدید من بله. از استاد بنده. استاد حامد شاکر نجات دعوت کنم. ایشون هم تشریف بیارد اینجا با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قاری اول جهان با این صلوات که یعنی تناسب نداره. تناسب نداره. قاری اول جهان. صل على محمد وآل محمد وعجل. این تیکه که خیلی پخش شد حتی در عراق و کشورهای عربی و غیره به کشورهای عربی حدود تا الان بیشتر از 250 میلیون بیننده داشت. ماشاءالله. همین یه تیکه؟ همین یه تیکه 250 میلیون بار دیده شده. بیشتر از 250 میلیون بیننده تا حالا داشت. ایشون قاری قرآن هستن. من هم میکروفون رو اینجوری گذاشتم، گفتم از کی تقدیم میگفت؟ گفت از آقای حامد شاکر نجات. برای همین من این تیکه رو خوندم. خیلی ها هستن که نمیدونن این تیکه جالبی که امیر حسین اجرا کرد از آقای حامد شاکر نجات. پس من همون تیکه خودم رو میخونم، ایشون هم تیکه خودشون رو میخونه و تیکه اصلی رو از حالا دیگه اصل جنس هم که اینجاست دیگه. من میشنم. اصل ماجرا هم آقای حامد شاکر نجات عزیزم شما هم کمک کنید. نعم. اذن صلوا على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح الله
الله يا سلام الله يا سلام سلم الله يا سلام خب الان نسخه اصلی رو گوش میکنیم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلمت ثمود بطغواها إذ انبعث كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ما شاء الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله والليل إذا يغشاها والسماء يعني أجمل من الأستاذة أجمل من الأستاذة والسماء وما بناها خيلي أحسنتم خيلي خوب خيلي أحسنتم عطر حرم حضرت أبو الفضل العباس عليه السلام الله خيلي حبيبي سلامتك خيلي موفق وجسد سلام ان شاء الله حسن حسن جان بیس خیلی ازت ممنونم از این تواضع و از این صفا خیلی ازت ممنونم شاگرد شما صلوات بفرستین سلامتی سلام. خادم آقا ابوالفضل العباس صلی الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله امیر حسین جان سلام علیکم سلام علیکم سوریه رفتی نه والله قسمت نشد انشالله قسمتت بشه ببینم ما رو مهمون میکنی زینب 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 کنز حیا زینب کان وفا زینب همینجا تو همین صحنه من اینو پخش کردم خوندم قبل از اینکه بخونم یکی از القاب حضرت زینب سلام الله علیها بهش میگفتن عابده آل علی عابده آل علی انقدر این بانو عبادت میکرده کسی که عبادت میخواد از خدا عبادت واسطه جمعی بی بی دو عالم حضرت زینب جبل الصبر یا جبل الصبر این خوندن دل پدرش رو هم امشب شاد میکنه عمان سامانی گفت هرچه باشد تو علی را دختری مادشی را کی کم از شیر نری حالا برای دخترش میخواییم امشب بخونیم بسم الله عابده آل علی زینب زینب زینب
شمشیر تو پهلو زن برند بیان زینب 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 گرداش باشید سردم زلفی غران زینب 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 سهرای مصیبت غم نگذال زینب غم نگذال زینب 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 درداشینا زینب کرگ بلا زینب کرگ بلا زینب گرم گهرمانیم گرم گهرمانیم زهران شانی أنا ضيف زينب أنا ضيف زينب بنت محمد والضيف من عاداته الإكرام أنا ضيف زينب بنت محمد والضيف من عاداته الإكرام نرجوك يا بنت المطهر نظرة نرجوك يا بنت المطهر نظرة يعاني فيها يزول عن العليل سقام معود على الصدعات قلبي منم جایی که اسم حضرت زینب سلام الله علیها میاد نمیتونم بگذرم من مسلمانیم رو مدیون زینب کبرام ابتدا زینب انتها زینب هل عطا زینب نما زینب انبیا زینب اولیا زینب السلام علیک یا زینب هیچ کس هیچ کس مثل او که فرمانده است ورق جنگ بر نگردانده است هیچ کس مثل او که فرمانده است ورق جنگ بر نگردانده است پای دینش تمام قد مانده است شک ندارم که خطبه تا خوانده است گفته جبریل لا فتا زینب شک ندارم که خطبه تا خوانده است گفته جبریل لا فتا
زینب از بارگاه دختر به سمت و سوی پدر مهمان بود، دختر پذیرایی کرد و حالا آرام آرام داره وقت وداع فرا میرسه. وداع رو با عرض ادب به ساحت امیرالمؤمنین میسپرم به امیر حسین. برا مولا بخون. بسم الله. ما شاء الله. يعني الأستاذ قاسميان سألوا هل زرت سوريا؟ وأنا بما أني من سوريا ومن دمشق وقريب من السيدة زينب عليه السلام أيضا أدعوه إلى زيارة دمشق وزيارة السيدة إن شاء الله. أشكرك حبيبي. شكرا. ممنون. هذا واجب. اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم این عدالت رجنگان علی ای ولا پیکر نون جانی علی استیام آقانın adın نه قدر عشقم var آقامız مولامız علیا O qədər ağanın adın eşqlən deyəsən həmə bahəm Namə zibayı əli robəyim Ey olan ma xələqin ruhi Əli Cəmiyyəsində şəhəsində o eşmin Ey olan ma xələqin ruhi Əli Keçdi məğrifətün nuhi Əli ساسی علی ما سوانون ید بیزاسی ما سوانون ید بیزاسی ای ابلفز نامن اسلامی هنجر معدلت فریادی ای حسینم پدر بود شکنی زینب درس شرف رو جدنی آن دولا مهنت آشورایان کربلا ده اوزالان گوگایا جزدر یولدا قالان سوگرایا پرچم قان باتان سگایا روح عالم سن مجنون دی علی کربلا در سن مدیون دیم مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار علم همه عالم به علی داد پیامبر چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار این دین خدا را به مثل دایره ای دان پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار همه تونو به خدا میسپرم و بهترین ها رو میطلبم براتون
در امشب وقت افطار برا هم دیگه دعا کنیم. خداحافظ مردم. پروردگارا به حقیقت اسلام ما را با روح اسلام آشنا بفرما. پروردگارا همه ما را از هواداران و وفاداران جدی اسلام قرار بده. پروردگارا دشمنان اسلام را خار و ذلیل و منکوب بفرما. هواداران اسلام، خدمتگزاران اسلام، علما، مراجع، بزرگان، رهبران، پیشوایان دینی، اونهایی که با علاقه، با حسن نیت، با فداکاری در راه حفظ سیطره و عظمت اسلام میکوشند و مجاهده میکنند، پروردگار را روز به روز بر قدرت و نفوذ و عظمت اونها بیفزا. پروردگارا به ما توفیق ده تا از یاران با وفای اسلام باشیم. خداوندا روزگار عزت اسلام و مسلمین را برسان. پروردگارا وحدت، قدرت، هماهنگی بین جامعه انقلابی و اسلامی به وجود بیاورد. پروردگارا جامعه عدالت پرور اسلامی رو در وطن اسلامی ما مستقر بگردان. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حيّا